ابطال و ناحق بودن فلسفه لیبرالیزم که مکتب اصالت فرد هست هم از این بابته، نه که این فلسفه بد است، این فلسفه محال است، دروغ است، ناممکن است. یعنی هیچ کس نمیتونه اگر حتی اگر تمام امکانات آرمانی خوشبختی رو برای خودش فراهم کرده باشه، نمیتونه در اون شرایط خوشبخت کننده احساس خوشبختی داشته باشه و آب خوش از گلوش پایین بره و خواب راحتی داشته باشه. تا زمانی که حتی یک نفر خواب راحت بر روی زمین نداره، مابقی 7 میلیارد نفر دیگه هم نمیتونه خواب راحت داشته باشن. این نه اینکه باید باشد، این هست. این یک بیان دیگر از نفس واحد بودن بشره. همونطور که خداوند در کتابش میفرماد که انسان ها هم از نفس واحدن، در جای دیگه میفرماد که کل عالم هستی از نفس واحده است، کل کائنات از نفس واحده است. حالا از این دیدگاه باید بهتر معلوم میشه امام یعنی چی، امام با مفهوم قطب عالم امکان یعنی چی. این که اگر امامان بر روی زمین نباشند بشر تو مالش مدت ها پیش از این جمع شده بود یعنی چی؟ نه تنها اگر امام و امامان نباشند بشر تو مالش جمع شده بود، بلکه کائنات چرخ و فلک اصلا جمع شده بود. درست به همین دلیل اون آیه که کل کائنات متوسل و متمکن و متحسن هست در وجود امام. امام رو باعثی در دستگاه امامت درک کنیم، در سلسله مراتب امامت. امامت یک دستگاه است، یک مخروطی است که در رأسش امام مطلق قرار داره با مابقی اولیایش در سلسله مراتب تا کف این مخروط این دستگاه امامت رو تشکیل میدن که اراده اون امام مطلق از طریق این امامان جاری میشه در خون بشریت. امام همونطور که امام صادق میفرماد مثل قلب بشریته. بیخود نیست یکی از اسما و صفات امام نقطه اولاست، یعنی اون نقطه ازلی که عالم هستی از اونجا آغاز شده به خلقت و تکفین یافته، اون نقطه ازلی است امام که حالا در وجود یک انسانی آشکار شده. اون نقطه خود خداوند است. همونطور که ما در حدیثی داریم که کسی از رسول اکرم میپرسه که ای پیامبر، خدای تو قبل از اینکه عالم هستی رو خلق کنه کجا بود؟ ایشون میفرماد در عما بود. عما با این، اون خودش یه بحث مفصلی که من در یکی از کتابام بحث کردم که عما یعنی چی؟ عما یعنی همون ذات مطلق، همون بود نبود، همون وجود احدیت. امام ظهور هم وجود احدیت است. امام مظهر ذات خداست، همونطور که مابقی طبیعت و موجودات و کائنات هم مظهر صفات خدا هستند. امام مظهر ذات خداست. امام در واقع باز گفت انسانیست بی صفت، انسانیست محض ناب. برای همینه که امام از لحاظ دنیوی مظهر فقر و فاقه و استضعاف مطلقه. چرا؟ برای اینکه بی صفته. اصلا چون از وجود خودش صفت زدایی کرده امام شده، به توحید وجود و وحدت وجود رسیده، به ذات رسیده. صفت زدایی یعنی جهان زدایی، یعنی دنیا زدایی، یعنی شرک زدایی. همونطوری که علی میفرماد که پرستش خدا از طریق صفاتش همون شرک. بعد انسان موحد یعنی انسانی که از صفات پاک شده. امام کسی که از صفات پاک شده، یعنی احد است و صمد شده. ولی همینه که از پیامبر این پرسن که سوره توحید یا اخلاص رو برای ما تفسیر کن، یعنی چی ما نمیفهمیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی چی؟ میگن علی رو نگاه کنید میفهمید. ببین، یعنی علی جمال و مظهر توحیده. یعنی علی احد است، صمد است، لم یلد ولم یولد است ولم یکن له کفوا احد است. این سلسله مراتب امامته. و ببینید، صحبت بر سر نفس واحده بود. نفس واحده. درست به همین دلیل که گفته میشه اگر نباشن اولیا و امامان بر روی زمین، بشر عمرش ختم میشد و جمع میشد اصلا. برای همینه یکی از اسمای امام بقیت الله است.
یعنی بقای خدا بر روی زمین دیگه، بقیت الله ها یعنی بقای خدا. امام نه تنها بقیت الله بلکه بقیت الانسان هم هست، یعنی بقای انسان، راز بقای انسان در جهانه، بلکه بقیت الهستی هست، بقیت الوجود هم هست. یعنی عالم وجود موجود به وجود امامه. خب حالا از این دیدگاه است که باز بهتر میفهمیم که امام در جهان داره چه میکنه و امام غایب کیه و چیه. امام غایب همطور که خدا غایبه، ولی اولین بار انسانی همچون خدا غایب شده، هست و نیست، نیست ولی هست. این صفت ویژه خود خدا بود دیگه. ما در آثارم گفتیم خدا از لحاظ بیان فلسفی مسئله بوده نبوده، مسئله هستی نیستی. این صفت رو برای اولین بار در عرصه ختم نبوت و آغاز امامت موجود به نام امام هم این صفت خداوند رو گرفت. چرا؟ برای اینکه امام خلیفه خداست، خب جانشین اوست. درست به همین دلیلی که ما در قرآن میخونیم اگر کسی به دین خدا زنده شود کل بشریت زنده شده است. ببین اینا مثال نیست، شعارهای عاشقانه و شاعرانه نیست، اینا عین واقعیته. همونطور که اگر یکی کافر شود گویند که کل بشریت کافر شده است، یعنی کفر این به کل بشریت سرایت میکند. همونطور که ایمان یکی و نور ایمان یکی به کل بشریت سرایت میکند. خب حالا امام به عنوان مظهر کمال همه اسماء الهی، مظهر ظهور ذات، بهتر میشه فهمید چرا بقیت الله است، چرا بقیت الانسانه، چرا راز بقای انسان در جهانه. وجود او، نورش در همه انسان ها حضور داره، وگرنه انسان ها اصلا همه خودکشی میگردن، هم داری دارن میکنن. اینا دیگه کافرترین هم دیگه، اینا دیگه کافرترین هم. هرچند که اون کسی امیداز خودکشی میکنه اون هم به امید خداست که خودکشی میکنه. یعنی از یه لازمه که خودکشی میکنن، از خیلی که خودکشی نمیکنن چه بسیار مهمن دارن، امید دارن به بعد از مرگ که خودکشی میکنن. اگر کسی به خدا امید نداشته باشه نمیده خودکش کنه حتی. این البته نکته دیگری است که بحثش اینجا نیست. خب نگاه کنید، گفتیم اسلام و تشیع دو رکن داره، عدل و امامت. عدل ویژگی همه مخاطب هست از جمله تشیع، پس آنجا که مذهب تشیع رو تبدیل مذهب جهانی میکنه امامت. خب عدل رو ما در نوشتمون بحث کردیم که خود عدل حاصل مقام خلافت اللهی انسان در جهانه. چرا؟ عدل رو خود علی تعریف کرده به عنوان سلطان عادلان جهان. میفرماد عادل عدالت یعنی اینکه چیزی رو بر جای خودش قرار دادن. خب پس انسان عادل چه انسانی است؟ انسانی است که بر جای خودش قرار گرفته. خب جای انسان جای خداست. بعد انسان عادل کسی است که بر جای خدا قرار گرفته. چرا؟ برای اینکه انسان به خودی خودش از خودش وجود نداره که در اونجا قرار بگیره. انسان عدمه. انسان منهای خدا به خاطر جای خودش قرار بگیره یعنی نابوده. برای همین فقط انسان مؤمن و مخلصه که میتونه سر جای خودش قرار بگیره و خودش بشه و عادل بشه، کسی که به خدا ایمان داره. بنابراین پس مقام عدالت هم مقام خلافت اللهی انسانه. انسان وقتی بر جای خدا قرار گرفت و خدا بر جای انسان قرار گرفت، این ترازوی وجود متعادله و عدالت برقرار شده. عدالت بین وجود و عدم، عدم انسانه، وجود خداست، اینا بر جای هم دیگه قرار میگیرن. این میشه عدالت و عدل. پس خود عدالت خودش ظرف و بیان قلمرو و بستر عرصه ظهور امامته. امام یعنی خلیفه خدا دیگه، عدالت هم یعنی رسیدن به مقام خلافت. پس ببینید عدالت این امامت، امامت این عدالت. خوش ما نگاه کنید ببینید حتی کافرترین و بی‌اعتقادترین آدم ها، غیر شیعیان هم در سراسر جهان نگاه کنید، دردها، بدبختی ها، بنبست ها، رسوایی ها، بتالت ها، فضاحت ها، تا جاییست یعص ها کمه چشکی باشن چه نباشن،
چه اصلا ایمانی داشته باشن به خداش نداشته باشن، همه نشستن که آقا یکی بیاد نجات بده، یکی بیاد نجات بده ما. این اصلا ورد زبان 7 میلیارد بشر بر روی زمینه، یعنی همه از خود و از جامعه و از رهبران و دولت مردان و از اقتصاد و سیاست و از همه چی مایوسن، الا امیدشون به اینه که یکی بیاد نجات بده. این همه منظر ناجی هم. پس امامت و نجات هم امریست فطری از ذات انسان برخواسته. اینا که معتقد به ظهور مهدی نیستن که، همین 7 میلیارد درسته، ولی رسیدن به این ظهور. ببین اینم بیان دیگری از این هم که امامت فطری است. چرا این همه دجال زیاد شده؟ فکر نکنون فقط تو جامعه ما، چون جامعه امام زمانیه، این همه ادعای مهدویت میکنن. در اروپا، آمریکا و هندوستان بدتره. اینقدر اونجا دجال زیاده که در ایران اصلا خیلی کم دازه. و چقدر رونق دارن اینا، و چقدر مردم دارن اینجا میشن. این خودش بیان حقیقتیه، و اون حقیقت اینه که آقا همه دنبال امام و ناجی میگردن که یک سری شارلاتان و شیاد دارن مردم رو سرکیسه میکنن و ایمان و دین و جیب و عقل و همه چیزشون دارن غلط میکنن. خود این نشانه مثبتی اتفاقا. یک مفهومش اینه که آقا کل بشریت ذاتا داره شیعه میشه و به امام معتقد میشه. آره دیگه، ببین کل بشریت داره شیعه میشه بدون اینکه بفهمه، بدون اینکه اصلا کلمه شیعه یعنی چی، بدون اینکه بفهمه اصلا امامیه یعنی چی، داره معتقد به وجود امام زمان میشه کل بشریت. بله، از این وضعیت شیادان استفاده خودشون میکنن، اونا هم باسی بکنن البته. چرا؟ خود این شیادان در خدمت ظهور حقیقت امام هستن. چرا؟ برای اینکه تمام باورهای جعلی و خرافی در مورد ناجی، نجات و امام زمان رو این دجالان میان ثابت میکنن که اینا دروغه، پوچه. برای اینکه دجالان بالاخره رسوا میشن همشون دیگه، تو خیلی سریع هم رسوا میشن. پس خود ظهور دجالان هم بر حقه و در خدمت ظهور امام زمانه و مردم رو بیدار میکنه تا دست از باورهای خرافیشون بردارن و به این حقیقت عارفانه و خردمندانه تر نگاه کنن. ظهور و جادو و تلسم و جنگیری و ورد و فوت و کرامات و این حرفا فقط نبینند و دجال ها میان این باورها رو پوچ میکنن. بعد اینا مأمور خدا هن، همونطور که همه اینا مزدورای شیطان هن و شیطان هم مأمور خداست. ولی خداوند میفرماید در کتابش که تمام کسایی که تکذیب میکنن حقایق رو، کذابان، شیطان به امر خدا میره به نزدشون تا رسواشون کنه. فقط دجال ها نیستن رسوا میشن، بلکه پیروانشون رسواتر میشن اتفاقا، و اونا چوب باورهای کذایی خودشون میخورن. اونا به میزانی که معارف حقیقی امامیه رو و دین و ایمان رو قبول ندارن، مفتاد خرافات شدن، به دام این دجال ها میفتن و از این طریق خدا اونا رو رسوا میکنه. چیشون رسوا میکنه؟ این باورهای دروغشون رسوا میکنه که دست بگشن ازش. پس همه اینا حق درسته و باعثی هم باشه همونطوری که هست و هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. خود این دجالیت نشانه اینه که ظهور چقدر نزدیکه، همون ظهور آخر الزمانی. ولی عاقل کسی است که دل به اون ظهور آخر الزمانی و نهایی خوش نباشه، نکنه و پیشا پیش دنبال امامش باشه، امامی که در حد خودش بتونه اونو یاری کنه. نور مطلق مهدی موعود الان در حضور منم باشه، مگه من میتونم از این نور برخوردار بشم؟ دستم کوتاست و خرما بر نخیله، ظرفیتشو ندارم، فهمشو ندارم. ببین این سلسله مراتب امامته. این حدیث هم از اماماست که توسط عرفای ما بسیار نقل شده که امام زمان هر آن بر روی زمین 300 اندی اولیا داره که اینا هستن که اراده او رو، رحمت و نعمت و هدایتشو در میان مردمان و در میان طالبین منتقل میکنن. این سخن در قرآن داریم که آنهایی که ایمان آوردن، استقامت کردن و صبر پیشه کردن، خداوند بر آنها منن نهاد و از نزد خودش برایشون امام و شاهدی فرستاد تا هدایت بشوند. ببین هدایت باز مربوط به امام میشه. انسانی بی امام هدایت نداره. حد اکثر که جون بکنه بتونه یه ذره ایمان خودش رو کنه کافر نشه. که اگر واقعا دنبال اون نباشه، هم امامش هم زمانه ازش میدزده. زمانه ما آخر زمان غارتگر دل و دین و ایمان آدمه. شما انسان هر چه سعی‌تر واسه خودش رو به امام برسونه، به یکی از این اولیای امام برسونه که اونا متصلن به امام زمان و اینا هستن. هر کس اهلش باشه، هر کسی
طالب باشه مطلوب به مطلوبش میرسه. خود خدا وعده داده اونا که واقعا در جستجوی هدایت باشن، خود خدا امامش رو، یکی از اولیای امام زمان رو میفرسته، یکی از نوابش رو میفرسته تا دست اون طرف رو بگیره. امام زمان امامت رو به مفهوم هدایت باید اینجور جستجو کرد. اون ظهور نهایی مشکلی از من و شما حل نمیکنه. اون میاد اصلا کل تکلیف زمین و بشریت و تاریخ رو یه سره کنه. خب بنابراین همونطور که اولم گفتیم، امامت دو رو داره. امامت به عنوان قلمرو شناخت خدا، معرفی خدا، عرفات حق. یکی اون هست که خود خدا را دیدار کرده، یعنی قیامت کبرا را برپا کرده. حالا همین دین محمد دین آخر الزمانه و ما در قیامت 50,000 ساله هستیم، قیامتی که یک روزه ولی 50,000 سال طول میکشه برای بشر. و یکی هم کسیه که خدا را از طریق امام میشناسه. این باید سیاه بدونیم، تفکیک کنیم. یعنی یکی کسیه که خودش از طریق وجود خودش به خدا رسیده، به اون میگن امام. و یکی هم کسیه که از طریق چنین کسی خدا رو میشناسه و خدا رو در چنین کسی دیدار میکنه، به این میگن شیعه این امام. ببینید؟ به این میگن شیعه این امام. این دو روی مکتب امامیه است که به نظر من بهتر اصلا مکتب شیعه رو بگیم امامیه. به نظر من اسم بر حقش امامیه است که همه فرقای شیعه هم در بر میگیره، اصلا اهل سنت هم در بر میگیره، برای اینکه اهل سنت هم به این اعتقاد داره، به وجود امام، امامت، امام غائب اعتقاد داره. خب اولین کسی که خدا را خود دیدار کرد، یعنی به قیامت کبرا رسید و قیامت خودش را برپا کرد، که بود؟ محمد بود. پس او امام اول و امام مطلق و کاملترین امامه. بله امامت رو عیسی داشت، موسی داشت و قبل از همه اینا ابراهیم هم بهش رسیده بود، همونطور که در قرآن میخوانیم. ولی به مثل ابراهیم تا ملکوت آسمان ها رسید و گویا به آسمان چهارم رسید، نه بیشتر. ولی محمد به آسمان هفتم رسید و خدا را از نزدیکترین حد دیدار کرد. و علی اولین کسی بود که در این امام مطلق خدا را دیدار کرد. و خیلی جالبه و آن اینه که محمد خود در سدرة المنتهى خداوند رو در جوانمردی علیوار دیدار کرد طبق احادیث معراج. برای همینه که خداوند میگه که ای محمد، تو رو به این دلیل آوردم به معراج که علی رو به تو معرفی کنم، علی رو در خودم. نگاه کن من علی هستم، حالا برو ببین علی کیه. درست به همین دلیل هستش که این سخن رو پیامبر فرموده که ای علی، من هر جا بودم تو بودی، هر چی من دیدم تو دیدی، هر جا من شنیدم تو شنیدی، و من تو نور واحدیم. این فقط در قضیه معراج میشه فهمید که هر چی من دیدم تو دیدی. خب به همین دلیل که محمد خاتم نبوت میشه و نیز خود اولین امام میشه. ببینید ما در یکی از نوشتامون قضیه رو کاملا نشون دادیم، لحاظ عقلی و علمی و حتی فلسفی. در جای این رو به صورت منظوم هم آوردیم که هر که خدا دید خودش خدا شد، یعنی مظهر خدا شد، محل تجلی خدا شد. ببینیم این خدا شد رو نگیم اون فرد خدا شد، نه، مخلوق خدا نمیشه، مخلوق مخلوقه، ولی مخلوق میتونه به مقام برسه که در نزد خدا از خود خدا عزیزتر باشه، همچون علی. بنابراین این که من بگم من خدا هستم از لحاظ معرفت دینی و شیعی، اینه من اصلا خودم رو تغییر کردم. خدا میگه من تو رو از خودم بر خودم ترجیح دادم. بله
پس انسان و انسان حقیقی اون که به مقام آدمی رسیده در نزد خدا از خدا عزیزتره و خدا مرید اوست. بله دیگه، مرید اوست. انسان خلیفه خداست، یعنی چیه؟ این مسئله اراده خداست. ببینید نگیم آقا این حوادیث نمیدونم مشکوک است و فلان، خود قرآن که دیگه مشکوک نیست. شرایطی، صفاتی، مقاماتی خداوند برای عباد الله المخلصین در قرآن قائل شده که در چندین آیه هست، دقیقا همون مقام امامته. اینا مسئله اراده خدا هستن، دست خدا، چشم خدا، خشم خدا، حب خدا. ببین پس در واقع باید گفت خدا مرید اوناست دیگه، همونطور که اونا در ذات خدا حل و فنا شدن، خدا از اونا آشکار میشه. برای همینه به اینا میگیم عین الله، ید الله، اسد الله، نور الله، حق الله، همه چیز. پس هر که خدا دید خودش خدا شد، یعنی امام شد، همونطور که امام یکی از اسماء خداست. و هر کم که چنین کسی را دید، کسی که امام دید، خودش امام شد. برای همین تمام اولیای اون امام مطلق بر روی زمین که 300 اندی هستن در روایتی، همه امام دیدن و لذا امامن. این برای خلایق امامن، اون امام غایبه، امام صامت، امام خاموشه، اینا امامان اوریان، عیان و ناطقن. همینطور که از امام صادق داریم که در هر عصر و زمانی یک امام غایب داریم که همون امام غایب معروفه، و هزاران امام ناطق داریم در تاریخ که زبان آن امام صامت هستن. اینها هستن که اگه نبودن بشر تو مالش جمع میشد. خداوند حجت خودش رو واسطه اینها هستش که بر بشر تمام کرده، نه به واسطه اون امام غایب، چون امام غایب که همه باش دسترسی ندارن که. در واقع امام غایب در صدها تجلی بر روی زمین همیشه حضور داره، در هر قومی حضور داره، در همه مذاهب وجود داره. شیعه بودن که به اسم نیست، به رسم تشیع، یعنی پیروی. شیعه کسی که پیرو امامون باشه. پیرو چی امامون باشه؟ پیرو زندگی و آداب و راه و روش امامون باشه. هر کس پیرو سنت امامون بود، پیرو اطرت آنها بود، او شیعه است. چه به اسم شیعه، چه به اسم بودایی، چه به اسم مسیحی، هیچ فرق نمی کنه. چه به اسم داوی، هیچ فرق نمی کنه. چه به اسم یهودی. پس هر کسی در مسیر آنها را میره و زندگی میکنه، او شیعه است. نه کسی که بابا شیعه بوده اونم اسمشو گذاشتن علی بس شیعه است، حسین گذاشتن بس شیعه است، این ربطی نداره. همونطور که یک حدیث معروفی از امام رضا علیه السلام که ازشون در مورد اهل بیت عصمت و ساره سوال میکنن، اهل بیت محمد سوال میکنن، خیلی واضحه این بس حدیث رو دقیقا یادم نیست، به این مضمونه که هر کسی که در راه ماست اهل بیت ماست و آل محمد حساب میشه و مشمول صلوات محمدی حساب میشه، یعنی بر محمد و آل او وارث شده، سل شده، یعنی وارث شده، هدایت، یعنی این سوال رو خیلی هم میکنن، میگن اگر تشیع تنها مذهب هدایت آخر زمانه، اونهایی که نمیدونن شیعه چیه چطوره؟ نه خیلی اینطور نیست. شیعه سنت، آداب، عمل، معرفت، مگه اسم و میراثه؟ مگه اتفاقا درست برعکس هم هست. همونطور که ما در روایت داریم که در ظهور نهایی امام زمان اولین گروهی که شقیترین افراد بشری هستند در مقابل امامت میستن، گروهی از سادات آل محمدن. ببین که نجات پرستی خودشون رو حمل بر مسلمانی و شیعه گری خودشون حساب کردن، چون سیدن، چون سید حسینی هست، چون سید رضوی هست، چون سید نمیده موسوی هست. این ها نیست ملاکه. و اولین گروهی که امام زمان گردنش میزنه این ها هستن که هم براشون مشتبه شده به خاطر اینکه از نژاد و شجره هاشمی و قریشی و عربی بودن، پس معلومه که این ها در شده دکارن و اینقدر به خود مغرور میشن که خود وجود امام زمان هم قبول ندارن. ببین پس ملاک این نیست، اصلا چنین نیست. عدالت اساس تشیعه. هر که در مسیر عدالت گام برمی داره،
در هر حدی در حد توانش به همون میزانی که ذات رو فهم کرده این شیعه است. همطور که مرحوم طالقانی بر روی این اصل چقدر تاکید میکرد که برپا کنندگان قسط و عدالت هم ردیف انبیای الهی هستند، هم ردیف انبیای الهی هستند طبق نص صریح قرآن. پس هر انسانی که در مسیر عدالت تلاش میکنه و جهاد میکنه، که البته اصل عدالت اینه که انسان با ظلم نفس خودش ستیزه کنه و محیط خودش و بعد در جامعه همطور تا در سطح جهان، او شیعه است. هر که با طاغوت و ستم جهاد میکنه او شیعه است، چه مذهب پدریش سنی باشه، چه بودایی باشه، چه مسیحی باشه، چه گبر باشه، هیچ فرق نمیکنه. اون هم بایستی بفهمید عدالت، امامت از عدل برخواسته. شیعه بودن عدالت داشتن و در مسیر عدالت بودن، عدالت رو اونگونه که تعریف کردیم البته بر اون اساس. بنابراین باید گفت ختم نبوت یعنی به پایان رسیدن نبوت بیرونی، به پایان رسیدن وحی جبرائیلی، به پایان رسیدن ارتباط برقرار کردن با خدا از بیرون و با واسطه، به واسطه ملائک جبریل. این خط شد. ولی مقام برسری بعید اومد. حالا انسان، هر انسان مؤمنی میتونه با خدا من ارتباط برقرار کنه از طریق درون. به این میگن وحی درونی. من اسمش میذارم وحی درونی. نبوت درونی، نبوت باطنی. خود محمد این رو میگه. میگه زین پس، یعنی در دوره ختم نبوت، فقط اهل باطن، اهل معرفت نفس به حقایق دین من میرسن. ببین به حقایق دین من میرسن. حقایق دین محمد چیه؟ معلومه. محور همه حقایق دین محمدی امامتشه. خب پس رحمت خدا تبدیل به صراط مستقیم شده. صراط مستقیم یعنی کوتاه این راه. یعنی رابطه بین خالق و مخلوق کوتاه 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 شده. از فاصله بین خود تا خود. از فاصله بین خود تا خودم فاصله نیست. صفره. هر که بر خود وارد میشه در واقع بر امامت وارد میشه و این شیعه یعنی این شیعه گریش شروع میشه. برای همینه همه عارفان جهان از 72 مذهب ملت حرفشون یکیه. عارف مسیحی همون حرفی میزنه که عارف شیعه میزنه، عارف شیعه همون حرفی میزنه که عارف سنی میزنه، عارف سنی همه حرفی رو میزنه که عارف بودایی میزنه و همون حرفی میزنه که عارف یهودی میزنه. ببین همه به حقیقت محمدی میرسن، همه به حق میرسن. این به معنای دیگری از ختم نبوت، قطع شدن نبوت وحی بیرونی و رسیدن به وحی درونی. به این میگن ولایت وجودی، به این مقام حدیث هم میگن. برای همین همه امامان ما اهل حدیث بودن. برای همین به اینا میگفتن قرآن ناطق. ما فکر نمیکنیم این مقام مال اوناست. هر مؤمنی به این مقام میتونه برسه. امامت یعنی همین. هر مؤمن شیعه، هر انسان اهل معرفتی بایست به مقام امامان برسه. امامان اسوه هدایتن. اسوه یعنی چی؟ یعنی مدلی که باید به اونا برسی، مثل اونا بایستی بشی. همونطور که خود علی میگه، میگه از من تبعیت کنید تا به مقام من برسید، همونطور که سلمان رسید. ببین این سلمان به مقام امامان رسید. ببین امامت یعنی این اصلش، نه اینکه یک امامی هست در پرده غیب بسیار من نجات بده. این یکی از ارکان و اصول و باورهای یک شیعه است. این اصلا باسته یکی از فروع مذهب شیعه گذاشت. اصل امامت رسیدن به امامت وجودی در خود انسان. به میزانی که به امامت وجودی در خودش میرسه، گام به گام داره به امام زمان در بیرون نزدیک میشه. بابا امام دیدار خواهد کرد. همونطور که تمام انسان های اهل باطن، اهل تقوا، اهل جهاد اکبر، اهل عرفان ادعا کردن که با امام زمان دیدار داشتن. این درسته. و هر که با او دیدار کرد، خود امام زمان خودش در جامعه و در روابط اجتماعی خودش در را. این یعنی امامت. برای اینکه نور انسان کسب میکنه. چرا ما بر جمال محمد صلوات میفرستیم؟ اسلام تنها دینیه که بر جمال پیامبر صلوات میفرستن. خیلی حرفه. از یه باید گفت مذهب جمال پرستی است.
این همون یعنی مذهب عشق. بعد اسمش بذاری بت پرستی، اسمش بذاری بت پرستی. این بت کجا و آن بت کجا؟ چرا صلوات بر جمال من بود؟ برای که او جمال خدا رو دیدار کرده و از اون جمال رو گرفته. همون صحبتی که گفتم، هر که خدا دید خودش خدا شد، محل تجلی خدا شد. هر کس هم که امام دید خودش امام شد. برای این نور رو گرفته، این جمال در دل و در ذات او نقش میبنده و این نور بر ذاتش میره و از اوش متجلی میشه و او یکی از اولیای هدایت در جامعه میشه. این شکلی که هدایت ادامه داره. اگه صحبت فقط منوط به اون امامی که قراره در کجا نوآباد قراره ظهور کنه، که اصلا حساب بشریت پاک بود، خداوند عادلتر از اینه که بشریت رو به واسطه امام غایب مؤاخذه کنه. اگر ما این نفهمیم، تمام دریای از احادیث شیعه رو نمیتونیم بفهمیم و منکرش میشیم. همین که منکر شدیم به امام کافر است، یعنی این به امام، نه اینکه باوری به یک کسی که امامی هست قرار ظهور کنه. از این کی اصلا این باوری نداشته باشه؟ در تمام مذاهب یک موجودی وجود داره. پس همه پس امام دارن، پس همه مؤمنن، پس همه رستگارن. نه خیلی، اصلا این چیزی نیست. اصلا این چیزی نیست. ما در دین زرتشت کسی داریم به نام سوشیانس که قرار موجودی باشه که نجات بخش بشریته. در همه مذاهب ما داریم به اسم مختلف. در بوداییزم داریم 3 میلیارد بودایی منتظر ظهور بازگشت مجدد بودا هستن. بودا مدی موعود اون هست، ناجی اون هست. خب پس تکلیف چیه؟ پس همین رو امام دارن دیگه. پس مؤمن هم رستگار شده هم؟ نه خیلی دستان میشه نیست. این به یک معناست که همه الله اعتقادی و ذهنی به حقانیت شیعه رسیدن و الله ذهنی و باور دینی کل بشریت بر آستانه شیعه شدنه و نفسن و معرفتن شیعه شده، در واقع به مذهب امامیه رسیده. ولی این کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. باستی یکی از امامان رو باستی یافت. فرق نمی کنه. هر یک از اولیایی که با امام زمان دیدار کردن نوری از هدایت او هستن و میتونن هر طالبی رو، هر مؤمنی رو نجات بدن و هدایت کنن. نجات یعنی این یعنی نجات. خب ببینید، اصولا نجات یعنی چی؟ یک کمی در مورد نجات رو ما بتونیم بحث تفهیم کنیم. تقریبا در اکثر قریب اتفاق همه ما ها نجات واقعی فیزیکیه. برای همینم نجات آخر زمانی مهدی موعود هم که تماما یه فیلی وقایع فیزیکیه که درست هم از در روایات، اون نجات قهارانه بشریته، اون حجامت از نفس بشریه، تمام خون خونریزیه. اون اگر اسمشون نجات هم بذاری توفیق اجباریست، نجات زورکیست، هدایت نیست. چون هدایت هم اختیاریست، زورکی نیستش که. نجات یک واقعه باطنی نیست. در قرآن ده ها آیه ما داریم تعریف شده. تا اونجا که ذهنم یاری میده، مثلا نگاه کنید رستگاران چطور تعریف شدن. مثلا یک آیه اینه که فلاح و رستگاری رو اینجوری تعریف میکنه خداوند: آنهایی که از ظلمات خارج میشن و بر نور وارد میشن. این یک تعبیر. یک بیان دیگه همین آیه بود که قبلا گفتیم، کسانی که امام دارن، اینا چند نوع هدایت نیست، ابعاد وجوه واقعی نجات و هدایت و رستگاری. این دوتا مشهورترینه، یکی خروج از ظلمات، یکی داشتن امامه، با امام بودن، تحت ربوبیت امام بودن. این دوتا یه واقعه است. امام مسئول مسئله نور خداست. خود امام مطلق مهدی موعود خود نور الله است. اولیای او بر روی زمین که در عرصه حضور و ظهور هستن و امامان ناطق هستن، نور اون امام مطلق هستن، نور امام هستن. اگه نور دید، اون نجات یافته است. در حقیقت باز گفت برای یک مؤمنی که طالب امامت، در جستجوی امامت و نجات، دیدار با امام سرآغاز نجات و رستگاری است. چرا؟ برای اینکه این نور ظلمات رو از نفسش پاک میکنه.
اون چیزی که اسمش بدبختیه ضلالت و ظلمات نفس ماست، در اوهام و تاریکی و اشباه و فریب و گرفتار اجنه و شیاطین نفس ما، نفس خودمون هستیم، که همه اینا حاصل ضلالته. همینطور که انسان در تاریکی مطلق وقتی چشم بدوزه اشباه و غول و هیولا به نظر آدم میاد، همونطور به همین دلیل انسان از تاریکی میترسه. حال این تاریکی رو در درون ببری، ظلمات نفس رو، دیدار با امام، امام نور الله است، نور امام نور خورشید نیست، یا نور ذاته، نور ذاته. برای همینه که اولیای خدا همه تجلیاتی از جمال امام مطلقن، و این جمال جمال نوره، جمال ذات وحدانی پروردگاره. این دیدار خود سرآغاز خروج از ظلمات و سرآغاز نجاته. ما این رو در سنت، در روایت، در احادیث و اخبار هم داریم واقعا. در مورد همون امامان صدر اسلام داریم. کسانی که در این آتش بودن، مثلا یکی از معروف‌ترینش بس اویس قرنی، یکی سلمان فارسی. سلمان تا محمد رو دید، ها؟ معروفه، ها؟ گفت خدایا تو رو شکر که نجات یافتم. تا دید گوین که نجات رو دید. و نجات یافت. حقیقت این. در حقیقت شیطنت، ابتلای به شیطان و ضلالت و فریب و بدبختی و شقاوت و جهل و جنون، همه اینها معلول ابتلای انسان به ظلمات نفسه. پس نجات واقعی دیداره. در حقیقت اگر محمد نور نجات بشریه و رحمت للعالمینه، برای اینکه خداوند رو دیدار کرده، یعنی خود اولین کسی که نجات یافته، ولذا نور نجات بشریت شده. خب این بحث البته انتها نداره. نکته دیگه اضافه کنم، بنابراین از مجموعه این صحبت ها میفهمیم که همه هر آنچه که اسمش رو گذاشتیم تشیع، مذهب امامیه، نجات، همه اینا کلام تدوین شده است، همون چیزی تدوین شده این مکتب و این ایدئولوژی، همون چیزیه که اسمش رو عرفان اسلامی و عرفان شیعه ما میذاریم. عرفا یعنی آنهایی که به قول پیامبر در معرفت نفس به حقایق محمدی رسیدن، اینا عارفانن، اصحاب اعرافن، اینها امامان ناطق بر روی زمینن و نور هدایت خلقن. عرفا مخروط امامت که امام غایب هستن، عرفا ظهور امام غایب هستن، یعنی امام غایب در عرفا ظاهر میشه. این ظهور، ظهور رحمانی، نعمانی و رستگاری و دایت، این ظهور، ظهور نورانی است، ظهور عشق و محبت. ظهور در عرصه غیبت که امام زمان، اینه اون هدایت. امام زمان در اولیای خودش ظهور میکنه، آن ظهور نهایی آخر الزمانی که در واقع میشه گفت دیگه بستر قیامت کبرا رو برپا میکنه، اون دیگه میاد که پرونده زمین جمع بشه، و واقعا هم جمع میشه. ما در روایت شیعه داریم که مهدی موعود 40 به روایتی 70 سال حکومت میکنه، بعد به دست زنی شقی شهید میشه، و بعد ظلمت و تاریکی جهان رو و کائنات رو در بر میگیره، و نشانه های بسته شدن پرونده بشریت و کائنات بر روی زمین آغاز میشه، بشریت دست دست خودکشی میکنند، ماه در خورشید تداخل میکنه، ستارگان فرو میباشند، آسمان شکافته میشه، و آیاتی که در قرآن میخونیم، اون دیگه پایان جهانه دیگه. اون پایان جهانه. پس ظهور به مفهوم نجات آن ظهور نیست. این پنبه رو با سر گوشمون در بیاریم. تا این مسئله ما نفهمیدیم، شیعه ما شیعه ضد شیعه است، اسلام ضد اسلامه، امامت ضد امامته، مذهب ضد مذهبه، و همه چیزمون واژگون سالار و وارونه است. و لذا
مذهبی که بایستی خوشبختترین امت رو بپروره از تو چی در اومده؟ از چنین باور مذهبی مفلوکترین امت در اومده، بیهویتترین، منافقترین، مریضترین، دیوانه ترین و چه بسا مفسدترین. بعضی شیعیان نگاه کنید، ایران ما تازه بهشت روی زمینه، عراق نصف بیشتر شیعه، لبنان چه وضعیتی دارن؟ این هدایته یا فلاکته یا هلاکته؟ علتش اینه که این مسئله فهم نشده. این مهمترین نکته ایدولوژیکیه. این صحبت ما در حقیقت تدوین و تبیین ایدولوژی شیعی به زبان امروز و به زبان حال، ایدولوژی عملی و واقعی که بتونه بدبختی های ما رو به ما بفهمانه و راه خوشبختی رو به ما نجات بده و ظهور رحمانی و عرفانی، عاشقانه، نجات بخش و رستگاری بخش و حیات بخش امام زمان، آن ظهور نهایی که همون منتظرشن نیست، ظهور امام زمان در اولیای اوست بر روی زمین که همه جا هستند، ما این که نیستیم، اصلا دنبالش نیستیم. چرا؟ برای اینکه ما دنبال نخستی ها میگردیم. اگه قرار او ظهور پیدا کنه ما رو نجات بده، پس ما چه کاریم؟ پس ما باید چه کار کنیم؟ ما باید فقط بشین دعا کنیم؟ تشیع یعنی مذهب دعا؟ یعنی مذهب عزا یعنی؟ به قول شریعتی؟ نه، اینطور نیست. و اما نکته دیگری که در شروع مطرح کردیم بهتر کم دیگه توضیح بدیم، مفهوم ایدولوژی است. ما در همه آثار ما داد زدیم که آقا جان بایستی ایدولوژی شیعه تبیین و تدوین بشه، وگرنه ما هیچی نخواهیم داشت و در سراشیبی بازی های جهانی قرار داریم. و هر جایی که بحرانی باشه ما هم با اون بحران سقوط میکنیم. شیعه نباید اینطور باشه. شیعه که نباید در شرایط شیطان جهانی قرار زندگی بکنه. شیعه قرار نیستش که در بسترسازی و جهانی سازی های طاغوت سیروز امپریالیسم زندگی کنه و بازیچه بران های اونا باشه. ایدئولوژی هم تو گفتیم، خود لغت ایدئولوژی هستن که لغت فرنگی است و این لغت برحق است و نزدیکترین مفهوم به معرفت شیعی است. در حقیقت لغت اسلامی و شیعه ایدئولوژی به زبان ساده همین عرفانه. اگه بخوایم ترجمه حقیقی بکنیم، ایدولوژی در فرهنگ ما یعنی عرفان. این تبعیر لغتشناسی و هرمونیتیک هم هست. ایدولوژی یعنی ایده شناسی، ایده یعنی ذهن، یعنی فکر، یعنی اندیشه، یعنی شناخت. چون شناخت انسان مجموعه آرا و ایده ها هستن دیگه. پس ایدولوژی یعنی خودشناسی، یعنی معرفت نفس. معرفت نفس یعنی چی؟ یعنی عرفان. خب بنابراین ایدولوژی شیعی همان عرفان شیعی است. پس عرفان اسلامی بستر نجات شیعی است. عرفان اسلامی عرصه ظهور امام زمانه قبل از اون ظهور جهانی است. ما تا اینو نفهمیم هیچی نفهمیدیم. همونطور که امام صادق میفرماد، ازشون سوال میکنن در مورد اصحاب اعراف در قرآن، میگه اصحاب اعراف ما این، یعنی ما عارفانیم، آنها عارفان کاملا در بعد. بنابراین هر که خود را شناخت امامش را، ربش را شناخت، و هر که ربش را شناخت خدا را شناخت. و اما این سخنم داریم از امام علی که هر خود را شناخت ربش را شناخت، و بدانید که هیچ کس به خودی خود خود را نشناخت. یعنی انسان این یعنی بی امام کافر است. یعنی هیچ کس به خودی خود خدا را نشناخت و رستگار نشد. چرا؟ برمیگردیم یک بار دیگه صحبت مرور میکنیم. ما این صحبت رو در نوشته همون در خداشناسی ها داریم. ما گفتیم جهان هستی قدم رو به ظهور عشق پروردگار و ظهور ایثار و از خود گذشتگی خداست. چرا؟ طور به همین دلیل که ما هستیم و خداوند نیست.
عرش که میگیم عرش فناست، برای همین سالک سیر الله رو میگن سالک وادی فنا، تا بره با خدا دیدار کنه. وادی فنا یعنی وادی ذات، برای همین این وادی رو میگن وادی صفت زدایی است. صفت زدایی یعنی دنیا زدایی، یعنی طبیعت زدایی، یعنی ماده زدایی، برای دیگر این هستی زدایی و رفتن به سوی نیستی. آنچه که میگن نیستی در واقع همون حضور خداست، منتها عقل علیتی و جزئی ما هستی خدا رو نیستی میفهمه. برای همین به واسطه ذهن نمیشه خدا رو شناخت، به واسطه ذهن علیتی نمیشه خدا رو شناخت، به واسطه ادراک محصول محسوس و حسی نمیشه خدا رو شناخت. چرا؟ خدا مقیم بر عرش فناست. عرش فنا همون مصداق سخن پیامبره که خداوند در اما بود. اما یعنی ذات مطلق. ذات مطلق از منظر ادراک حسی و ذهنی بشر فنا میمونه، حالان که بقای مطلق هموست و ما اسیر فنا هستیم. پس جهان هستی مظهر عشق خداست. این رو در شعار عرفانی ما هم دیگه همه حفظیم، منطقه اینو باور نداریم. این هم فقط به درد تفسیر شعر میخوره، به درد زندگی ما متصفانه نمیخوره. باید دیگر ما مسئول از خود گذشتگی خدا هستیم. خدا از خود گذشت، لذا ما احساس خودیت میکنیم. خدا از منش گذشت، لذا هر انسانی منه و لذا در این من احساس خدایی میکنه. بر حقه، برای اینکه انسان خلیفه خداست، روح خدا در انسانه، لذا انسان احساس خدایی میکنه و این درسته. منتها چون بر این احساس معرفت نداره، این باعث زلالتش میشه. از بی‌معرفتی ذلیل میشه و دچار ظلمت و کفر میشه، وگرنه این احساس خدایی کاملا درست هستش. خب اگر چنین هست، پس وجود ما حاصل از خود گذشتگی خداست. بنابراین درست به همین دلیلی که هیچ کس به خودی خود نمیتونه خود رو بشناسه و به حق خود برسه و به خدای خودش برسه و این حق رو، این حضور خدا رو در خودش متجلی کنه و بشناسونه با عالم آدم، یعنی به امامت برسه. چرا؟ برای اینکه وجود انسان حاصل از خود گذشتگی خداست. برای رسیدن به خدا، یعنی برای رسیدن به وجود مطلق که خداست، باید از خود گذشت. چون انسان ذاتاً خود پرسته و خود محوره. درست به این دلیله که بی رب بی امام نمیتونه انسان خودشو بشناسه و خودشو پاک کنه از ظلمت و از خود صفت زدائی کنه و سالک وادی توحید بشه. نهایتش اینه که انسان میگه خیلی خوب، از اونجا که من فهمیدم که خود پرستم و ازش راهی ندارم، حالا هر چی دلم میخواد برعکسش انجام میدم. این میشه ریاضت که در اسلام حرامه. ازش نمی که جز زلالت و نفاق و ریاکاری هیچی از توش در نمیاد. ریاضت. میدونی چرا؟ برای اینکه من اگر دلم میخواد که مثلا این چای رو بخورم، خیلی خوب، حالا میفهمم که این کار نباید بکنم. خب حالا خودم رو راضی میکنم که چای رو نخورم. بعد بازم خودپرستیه دیگه. من باستی حالا به نخوردن چای خودم راضی کنم. خب بازم من خودپرستم، منتهی خودپرست منافقم. یه خودپرست پیچیده و خودفریب. این همون زهد ریاییه. این همون روحانیتی که خداوند میگه اکثرشون فاسق بودن و دچار ضلالت بودن. اکثرشون. ببین؟ پس ریاضت هم به خودی خود انسان رو اکثر منافق میکنه. درست به همین دلیل که بی رب، بی امام، بی مراد، بی پیر، نه انسان خودش رو میشناسه، نه از شر خودش رهایی داره. خودپرستی کفر، همون خودپرستیه. من همون درب ابلیس منه. منیت من ابلیسیت نفس منه. این همه عرفای ما تصدیق کردن. خب پس نجات یعنی نجات از منیت خودم. انسان اسیر و زندان من خودشه. ظلمت و تاریکی همون من انسانه. یک امام که نور عشق پروردگاره فقط میتونه من رو از من بستانه، یعنی این ظلمت رو از من بگیره و این ظلمت رو در من بدره تا حق من رو به من نشون بده، تا
تا من ببینم که این من حق و ذاتش خود خداست در من، این من نیستم، خداست که من فکر میکنم منم. این هم فاصله بین خود تا خداست، از خود تا خوده، از خود مجازی تا خود حقیقی است. این هم سخن علی است که خداوند همان خود خود انسانه. و ببین خود اولی خدا نیست، نفسانیت ابلیسیت. این خود رو که دریدی، آن خود دیگری که از بطنی خود در میاد، آن خداونده و ظهور خداست. این مقام امامته، در سلسله مراتب این مقام امامته. هیچ کس نمیتونه خودش رو از خودش بگیره، یعنی خود در خودش بکشه. برای همینه نفس کشی حرف شیعی و اسلامی نیست، این ریاضت کشی هندوییه. نفس تو بکش، خودتو زجر بده. بله در این زجر نفس انسان دچار خیلی از حالاتهای عجیب غریب و ماورا طبیعی هم ممکنه بشه، مثل جوکه هندی قدرتهای عجیب غریب و غیبی پیدا میکنه. خود همین نشون میده که این خود چه معجزه‌ایه، چه پدیده عجیبی این خود. حتی اونا با این خود ور میرن، خودو میشکنن، بالا پایین میکنن، زخمی میکنن، از توش چه خواص غیبی و در میاد و چه قدرتهای عجیب جادویی در میاد. ولی این هدایت نیست، این هدایت نیست. برای همین هیچ کدوم از این جوکی ها نه مسئله هدایت هن، نه روح هن، روح هن. خیلی از اینا شیاد میشن آخر سری و خودشون یه شیطان صفت های حرفه ای میشن. خیلی از این دجال ها از این تیپ ها هستن که یه مدتی حتی ریاضت کشی هم کردن. ببین پس امامت یکی آن است که انسان ربش الله، یکی هم اینه که یکی از اونهایی که ربش الله است انسان بره در او سر بسپره، دل بسپره و مرید بشه. یعنی این خود شیطانی رو به او بسپره و تحت ربوبیت آن کسی که خدا او رو هدایت کرده به خدا برسه. این رو ما تو قرآن داریم، بارها گفتیم این آیه قرآن یکی از اساسی ترین آیه‌ای که در آن تشیع و امامت در میاد. بارها گفتیم این آیه اینه مضمونش که خداوند میگه ای مؤمنان، خدا از شما سوالی میکنه، تفکر کنید تا هدایت شید. آیا به نظر شما پیروی از الله حق‌تر است یا پیروی از کسی که الله او را هدایت کرده است؟ اکثر ما میگیم بله معلومه که پیروی از خود خدا خیلی بهتره. دسته که باسته کاملا محبوسه. خدا ظاهرا جواب مستقیم نمیده ولی بلافاصله این سخن رو تر میکنه. اما بدانید که اکثریت مردم آنچرا که خدا میخوانند زن آنها خیال بافیه آنها و هوای نفسشونه. هوای نفسشون میپرستن، فکر میکنن دارن خدا رو میپرستن و اینا مشرکینن و شرک ظلم عظیمه و خدا همه مشرکین رو عذاب میکنه و این معصیت و تهمتی است به خدا. یعنی خدا پرستی ذهنی. برای همینه ما داریم که آقا چون کسی که امام نداره نماز نداره، الا اینکه نمازشون منافق و ابن ملجم و شیعه رو قطامه میکنه. روزه نداره، حج نداره، هیچی نداره، اصلا دین نداره. چنین کسی اگر اصلا نماز نخونه، روزه هیچ کاری نکنه، یه کافری بیریاییه، به هدایت نزدیکتره. ببین اینه کسی که امام نداره، نه عقل داره، نه دین داره، نه نور داره، هیچ چیز داره. سخن معروفی از پیامبر، کسی که تمام میگه شریعت من رو از واجبات و محرمات و مکروه و مستحب انجام بده ولی تحت هدایت امام زنده نباشه، او کافر از دنیا میره. و نه کافر جاهلی بلکه کافر منافق، یعنی بدترین مردم او. این سخنیه که شیعه و سنی قبول دارن این سخن از پیامبر. بنابراین این خودشناسی این دور زمانه مخلوطی از روانشناسی و شعر و هندیوازی و کریشنامورتیوازی و اوشوبازی و اینها، این هدایت نیست، این تشیع نیست، این عرفان نیست، این دجالیاته. یک ظلمتی است اندر ظلمت دیگر. کسی که امام نداره، یک پیر بر حق نداره، یک شیطانه اگر بخواد با این چیزا بازی کنه. این عرفان های انگلیسی هندی که تو ایران باب شده، همه اینا دجالیت ها هستش. به خوشناسی نمیرسه که هیچی، بلکه خودش خودفریبیه هزار تو هستش. پس به عنوان جمع‌بندی بهتر دیگه این مطالب رو یه مقدار جمع‌جورش کنیم. تحت عنوان ایدولوژی اسلامی، ایدولوژی شیعی، پس در یک کلام باز گفت شیعه یعنی مرید،
مرید یک امام حی حاضر زنده که در پوست و گوشت و خون زندگی میکنه و تحت ربوبیت او بودن و من خود و اراده نفسانی و نفس اماره خود را صادقانه به او سپردن، غیر از این شیعه نیست. این پس اصل اول شیعه پراتیک و ایدولوژیکی و عملی است، عرفان عملی شیعه. خب حالا ممکنه سوال بشه که آقا جون این همه دجال ما کجا بفهمیم که آیا او یکی از اولیای خداست که متصل به امام زمانه یا نیست؟ این رو همه میدونن. انسان صاحب نور و رو رو کافرترین و شقیترین انسان ها هم قلبشون تصدیق میکنه و این حجت الهیه. میگه نه خیر، من نمیشناسم. خدا میدونه که تو میشناسی. به خدا بس نهایتا جواب پس داد. هر کسی که نوری از امامت و ولایت درش هست رو هر احمق و کافر و ملحدی با این نگاه میفهمه که او صاحب حق و نوره. جاذبه روحانی او داد میزنه در قلب انسان ها. این بزرگتر حجت. بله با حساب و منطق و فرمول نمیشه ثابت کرد، اصلا نیازی نیست، هدایت امر قلبیه. تو که فهمیدی، خدا هم فهمید، تو فهمیدی. خیلی خوب، اولین سوالی که خداوند میگه در قیامت انسان ها میکنم، من از نعیم میپرسم که با نعیم چه کار کردی؟ نعیم یعنی صاحبان نعمت الهی هستن، نعمت الله هستن، یعنی هادی ها هستن، هادی ها که چه کار کردید؟ نالیدید؟ چه برخوردی کردید؟ این انتخاب. امام در یک کلام عملش چیه؟ امام کسی که تو رو به خودت میشناسونه و سلام. پس امام یک نشانی باطنی داره که اون اقتدار روحانی و نورانی اوست و رسوخ در قلوب، رسوخ معنوی و عاشقانه مظهر محبت الهی. محبت رو سنگ هم درک میکنه، سنگ هم میفهمه محبت چیه. و ما از هر کسی او را دید میفهمه که آها، محبت اینجاست و قبل از این هر چی بوده دروغ بوده و شقاوت بوده و ریاکاری بوده. این نشانی باطنی است. نشانی بیرونیش هم عرفانشه، انسان شناسه، جامعه شناسه، جهان شناسه و زمان شناسه و خوبت و حق و باطل و باید نباید رو از هر بعدی درک میکنه و تو رو به خودت و جهان رو به تو و خدا رو به تو معرفی میکنه و تو رو به سمت خدای خودت هدایت میکنه. اینم یعنی امام. و السلام.